بله دوستان ادامه برنامه شام یک است شما را بازم به با برنامه شام یک خوش آمد میگم بخش سلامت روان هست و امشب همچنان خوشبختانه مهمان محترمی را در برنامه دعوت کردیم اسمت الله هاشمی با ما در برنامه هستند و امشب قرار است در ارتباط به موضوع خیلی ها مهم صحبت داشته باشیم موضوعی که امشب در برنامه تو خواب کردیم شک و بدگمانی میان زن و شوهر است اینکه شک و بدگمانی چه هست کدام عوامل یا علت ها باعث میشه تا میان زن و شوهر شک یا بدگمانی به وجود بیه در اخیر هم در, در مورد راه های حل میپردازیم و قبل از همه حضور آشمی صاحب را به برنامه خوش آمد خیلی خوش آمدین آشمی صاحب به برنامه شکر سلامت باشین خاله جان بزرگوار من هم سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه های عزیز شما امیدوارم که یک برنامه خیلی خوب داشته باشه انشالله آشمی صاحب چی خوب است که در نخواست یک تعریفی از شک و بدگمانی داشته باشیم سلامت باشین خب موضوع شک و بدگمانی یک موضوع بسیار زاد مهم و متاسفانه در کنارش العاده خطرناک روانی هست بانه. که امروز خیلی از مردمان جهان متاسفانه به این مشکل روبرو هستن و دچار هستن بانه. خود شک و بدگمانی یعنی این که من شما شرایط را وقایه ها را اتفاقات را آنگونه که شایسته است نبینیم انجمن روانشناسان امریکایی شک و بدگمانی را این تعریف میکنند که میگن شک و بدگمانی به این معنا که ما در موارد بعض از وقایه ها منفی فکر بکنیم و در کنارش ما اهداف و آرمان ها و خواسته هایی که داریم برچسب بزنیم که ما با اونا نمیرسیم یعنی نمیتوانیم به او اهداف و او آرمان ها دست پیدا بکنیم بانه. یعنی ما همه چیز بد فکر بکنیم این طور نگرش داشته باشیم که نه همه چیز خراب است شک و بدگمانی بد جلوه دادن یک موضوع خراب کردن یک موضوع در مورد انسان ها در مورد شرایط در مورد وقایع ها در مورد مکان ها که ما بخویم او را بد جلوه بتیم آن گونه که بد است یعنی به یک شکل منفی جلوه اش این را میتونیم بگم شک و بدگمانی بله هاشمی صاحب پیش از که بپردازیم به علت به وجود آمدن شک و بدگمانی میان زن شوهر چه خوب است که در نخست ویژگی های افراد شکاک را بدانیم سلامت باشین خب افراد شکاکی که امروز ما در موردش صحبت میکنیم ویژگی های زیاد و بارز داره بله. اینه افراد شکاک چند تا از ویژگی خاص داره که ما میخوایم بیان بکنم اولین ویژگیش اونان روی نقاط ضعف بیشتر تمرکز میکنن همیشه نقاط ضعف به تصویر میکشن یعنی منفی نگر هستن همیشه بله نقاط منفی و نقاط ضعف را به تصویر میکشن اگر مکان است اگر انسان است اگر همه چیز است فقط میرن جنبه های منفیش پیدا میکنن یعنی افراد شکاک بین هستن ما افراد را به سه طبقه تقسیم کرد... کرده بودیم بله. اولا تقسیم بندی ما افراد بدبین بود بعدا خوشبین و بعد خوشخیال افراد بدبین افرادی افراد هستند که همیشه شک میکنن بد جلوه میتن افراد خوشبین افرادی افراد هستند که شرایط بعد میبینن اما روی نقاط مثبت تمرکز میکنن افراد خوشخیال افراد هستند که اصلا دیگه هیچ بدی را نمیبینه همیشه خوشخیال است میگه همه چیز خوب است همه چیز عالی هست میتونیم مجنون بگیم مجنون بگیم بله 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 ما میتونیم مجنون استعمال بکنن و اونا دیگه فکر بکنن همیشه خوش خیال هستن و بیشتر فکر میکنن همه چیز خوب است و ویژگی دوم اینا همیشه وقت روی فکر بکنن نقاط خراب جامعه روی نقاطی که خراب از در جامعه و تمرکز میکنن مثلا اصلا اگر از اینا در مورد شرایط پرسان بکنین شرایط بدیش میگه به تصویر میکشه بله. که خراب شده قبلا دیگه اونا رو بیشتر رویش تمرکز و فوکس میکنه اصلا خوب نمیبینه اگر بگیم که انسان ها خوب هستن نمیگه انسان ها همش خراب هستن اگر بگیم شرایط چه شرایط خراب همشه فقان دارن همیشه سر صدا میکنن و میتونیم بگیم که شکایتی هستن بیشتر شکایت میکنن و بله. هیچگاه راضی نیستن از خود شکایت میکنن از خدا شکایت میکنن از دوست شکایت میکنن از فکر بکنن رفیق شکایت میکنن از زمین و آسمان شکایت میکنن حتی در روابط خانم از شوهر شکایت میکنه شوهر از خانم شکایت میکنه و بیشتر ما میبینیم حتی بیشتر افراد و اشخاص شکاک از ما هم شکایت میکنن بله یعنی بله. بیشتر این ویژگی از اونها هست ویژگی بعدی که افراد شکاک و بدبین دارن اونها عزت نفس ندارن اصلا خود دوست ندارند به خود ارزش قائل نمیشن. <applause> ما میبینیم افراد و اشخاصی که بیشتر خود دوست ندارند همیشه در این فکر هستند که دیگران راضی باشند دیگران را دوست دارند ده دا فکر خوبی های دیگران هستند اصلا به خود نمیرسند ورزش نمیکنن غذای سالم نمیخورند، خواب نامنظم دارند وی افراد و اشخاص شکاک هستند آنقدر افراد شکاک بالاخره خطرناک هستند تا روانشناس ها هم بیشتر اوقات تفکیک نمیتونین اینا را یعنی نزد روانشناس نمیرن بله. چون بالای روانشناس هم شک میکنن میگه تو هم دست دادی با دیگرها و در فکر ازی هستی که به من کدام راه بسنج یا بلاخره نقاط ضعف رو پیدا بکنی فکر بعدی ما هستی این افراد شکاک همیشه فکرای بد و منفی در ذهنشون میاد یعنی نیمی خالی بله. همیشه بله. مثل بله. افراد بله. بدبین و منفی بله آش میشه. کدام عوامل و علت ها باعث می تا میان زن و شوهر شک و بدگمانی به وجود بیاید نکته بسیار خوب را اشاره کردن امروز در جامعه ها ما میبینیم علل خصوص جامعه های پیشرفته که خانم برای شوهر شک میکنه شوهر برای خانم شک میکنه خیلی زیاد هم شده خیلی هم زیاد شده و خیلی مراجع ما داریم و میان دکتر سم میگه خانم برای ما اعتماد نداره ما چگونه اعتماد خانم خود بعد از بیارم همیشه شک میکنه وقتی بیرو می بیرون بیرون میرم لباس بسیار زیاد مقبول خوب میپوشم خوب خدا میکنم میک شک میکنه <applause> کجا <شاک میکنه>. <applause> بخیر کی دعوت کرده الان دوباره این است که من میرم یک برنامه از دیگه است. اصلا شک میکنه همیشه یا بعض اوقات خانم اومده که شوهرای مثلا وظیفه داره میگه شوهر من شک میکنه که تو چرا وظیفه میری من میرم بس از تو حتما کدام فکر داری همیشه من مثلا منظم میگردم بله بین خانم و شوهر اگر ما صحبت بکنیم شوهرها یا مردان بیشتر شکاک هستند نسبت به خانوما مردان بیشتر زود شک میکنه بالا یک مورد و این ای موضوع, موضوع بسیار کلانه هست در نزد افراد و اشخاص یعنی ما اگر تمام جامعه رو در نظر بگیریم مردان نسبت به خانوما زیاد شک میکنه تنها دلیلی که یک شوهر بالای خانم شک میکنه این هست که اعتماد وجود نداره ده. یعنی از روز اول اعتماد خوب شکل نگرفته ما گفتیم فرزند اول اعتماد در خانواده مستحکم میسازه فرزند دوم زیادترش میسازه در یک خانواده که فرزندان وجود داره اطفال است اعتماد بین شوهر و خانم با پابرجاست اما اگر اینی موضوع موضوع جدی گرفته نشه و اعتماد از هم شکسته میشه و تنها علت که امروز بدبینی ایجاد شده همین عدم اعتماد است دومین مورد خواست خواسته و توقعات بجاست مثلا بیشتر اوقات توقعات زیادی از خانم می داشته باشه شوهرش یا به همین ترتیب خانم از شوهر توقعات زیادی می داشته باشه که این توقعات باعث میشه که بدگمانی و سوء زن و بالاخره منفی نگری رو به وجود بیاورد موضوع بعدی یا بالاخره علتی که باعث بدبینی در نزد خانم و شوهر میشه انتظار است ما متاسفانه انتظار ایجاد میکنیم در نزد خانم خود مثلا ما میگیم این کارو برای تنجام میتون برای خانم خود میگیم که فردا تو رو مثلا فلانی جای میبرم و که میشه نه این برام شک ایجاد میکنه که چی قصه شد چرا برای خوب دیروز وعده کرده بود یعنی هر زمانی که ما انتظار یک نفر به انتظار بگذاریم یا بالاخره انتظارات بر آورده نسازیم شک و بدبینی ایجاد میشه میانش خانم و شوهر پس خوب است که ما هیچ گاه فرد را منتظر نگذاریم خالد جان ما یک صحبت را میخوایم داشته باشم هیچ گاه در زندگی هیچ فرد را منتظر نگذاریم که تصمیمش در مورد شما تاخیر میکنه انسان ها اگر منتظر گذاشته شوند تغییر میکنند انسان ها را انتظار بودن تغییر میده یک ما منتظر بسازم یک فرد را که ما این کار بر برات انجام میتونم ولی وقت مدت زمانش رسید و کار را انجام نتیم پس خوب است که ما وعده های خود را بالاخره عمل بکنیم تا باشد که شک و بدگمانی از بین بره بله هاشم گیریم در خانواده شوهر او خانواده یا شوهر یا مرد او خانواده شکاک است یا بدگمان هست خانم باید چی راه کار را در پیش بگیرد تا همین شک و بدگمانی شوهر یا امو مرد که در خانواده هست از بین برود خیلی خوب سوال کردین نکته اول اینا اعتماد را بش از حد بسازن اعتماد اعتماد چی زمان تشکیل میشه زمانی که ما از کلمات دوست دارم استفاده بکنیم با. بیشترن ما باید دوست دارم استفاده بکنیم همیشه وقت از همه کرده تو رو دوست دارم فرد اول یک خانم باید شوهرش باشه در زندگیش از شوهرش به می ترتیب فرد اول زندگیش باید خانمش باشه. باشه اعتماد چگونه شکل میگیره زمانی که من هر کار را انجام بدم او رو در جریان بگذارم هر کار وقت میکنم از اون مشوره بگیرم او در جریان باشه بله. مثلا فکر بکو شوهر عزیزم این کار انجام به نظرت خوب است شوهر عزیزم میل باسه بشم چطور است ای تو بگردم خوب است مثلا با دوستایم که میگردم اونا رو بگم با اینا در ارتباط هستم چنین افراد اشخاص با ما هست بیم از شوهر خود نظر بگیریم حالا من مثلا ما میگم که بیایم یعنی خانم رو بیشتر ما مثال میتونم که بله بله. اونها وقت اعتماد رو میخوین مستحکم بسازن مشوره بگیرن در هر کار اینا رو کمک میکنه تا پس دوباره شک و بدگمانی رو از بین ببرن و موضوع بعدی باید به با اونها بفهمانیم آن آنگونه که شایسته است باید هیچ کار نکنیم که دلت شد باور میکنی نمیکنی من به نمی قسم هستم اینا رو کنار بگذاریم بریم صحبت بکنیم با اونا بنشینیم با گفته مارتین سلگمن که واقعا یک روانشناس برجسته هست بونن گزار یا اساس گزار پوزتیو سایکولوژی است بیشتر روی موارد مثبت تمرکز میکنه میگه حتی میخیم اگر رابطه رو قوی میسازیم بیم یک چای دم بکنیم چای بوکزاریم با او یک گلاس چای بنوشیم و قصه بکنیم از روزهای خوب از روزهای خوب گذشته قصه بکنیم از شرایط خوب گذشته از خاطرات خوبی که داشتیم از زمان آشنا شدیم از زمانی که روز اول که صحبت کردیم از اون روزا صحبت بکنیم از روزهایی که ما مثلا روز اول زندگی ما با صحبت بگم قطع اعتماد زیاد میکنه خب هاشمی صاحب شک و بدگمانی روی روح و روان خود فرد چی تو سیل میگذاره خب زمانی که ما شک داشته باشیم اعتماد به نفس ما ضربه میبینه عزت نفس ما ضربه میبینه آرام آرام ما به اختلالات زیاد روانی روبرو میشیم اولین اختلال که ما تجربه میکنیم افسردگی هست ما افسرده میشیم خب همین شک و پارانوید یک مشکل بسیار خطرناک روانی هست که اگر ما جلوش نگیریم اگر ما دنبال رای حل و تداویش نباشیم ما به اختلالات زیاد دیگه رو برو میشیم مثلا تشویشی میشیم استرا پیدا میکنیم آرام آرام دیگه شرایط بر ما تنگ میشه حتی از خود ما بعد ما میاید، شرایط بعد ما میایه نو امید میشیم امید از زندگی ما میره و با هیچ فرد ارتباط گرفته نمیتونیم همیشه دوست داریم تنها باشیم سر هیچ کس اعتماد کردن نمیتونیم حتی کسایی که میخوان بزنس رو به پیش ببرن اونها هیچ کار ریسک کرده نمیتونن انسان شکاک اونها ریسک کردن نمیتونن خطر ایجاد کردن نمیتونن بزنسمن شده نمیتونن با پول دست پیدا کردن نمیتونن افرادی که شکاک هستن اونها با هیچ کس دوستی کردن نمیتونن ده هیچ برنامه اشرا کردن نمیتونن و بل آخره مشکل بسیار خطرناکی که هست اونا در خانواده جایگاه خراب دارن اونا در خانواده سمیت نمی داشته چقدر بد واقعا چه خوب است که خیلی کوتاه وقت برنامه کم هست بر راه های حل اشاره داشته باشیم سلامت باشین خب من راه حل های زیاد دارم میخوایم به بیننده های عزیز بیان بکنم و اینا باید راه حل ها را عملی بکنن و نوت بکن اولین راه حل همین است که در زندگی باید به این فکر باشن که ما بدم داریم خوبم داریم اما ماموریت ما این هست که روی جنبه های مثبت تمرکز بکنیم هیچگاه همیشه جنبه های منفی را بزرگ نسازیم خب منفی وجود داره ما بیایم ماموریت ما این است که روی نکات مثبت تمرکز بکنیم مثبت نگر باشیم دومین مورد کوشش بکنیم اعتماد ایجاد بکنیم یعنی از دروغ فاصله بگیریم دروغ نگوییم در کلام ما در سخن ما هیچگاه نباید دروغ باشه وعده های ناق نباشه با یک فرد با یک فرد وعده ناق نتیم یک فرد را منتظر نگذاریم و اگر دوست داریم واقع شکر از بین ببریم بریم دنبال رای حلش واقعا در موردش معلومات کسب بکنیم که که این شک و بدگمانی عواقب چی عواقب به دنبال داره که من دا ما قبلا گفتم در مورد شما عواقبش ببینیم که عواقب بسیار خطرناک داره در کنارش ما میتونیم از تکنیک های عملی استفاده بکنیم یعنی میشه که ما ورزش بکنیم همیشه خود شاد نگاه بکنیم نگذاریم که افکار منفی سراغ ما بیاید ورودی های ذهنی خود را ببندیم به هر چیز توجه نکنیم هر چیز نبینیم هر فیلم هر برنامه را هر تلویزیون را تماشا نکنیم هر خبر را نشنویم که باعث میشه ما شکاک شویم به خود شک کنیم به حتی به خدای خود شک کنه خیلی ها حتی به خدا هم شک میکنه چرا چون میره با عدم اطلاعات وارد یک بحث میشه میره ملحدا نظریاتش میخونه بله. و بعدا زمانی که خان شکاک میشه بدبین میشه نسبت به همه چیز مثلا میخوایم صحبت هم داشته باشیم در جامعه کنی ما که خیلی ها امروز بدبین به عالم دین شدند متاسفانه بله بله. علما دین را نسبت به اونها مشکوک شدند بدبین شدند پس خوب است که ما تا زمانی که اطلاعات نداریم وارد یک بحث نشیم باید بریم اطلاعات کسب بکنیم و وقت اطلاعات کسب کردیم میتونیم شکاک بودن و بدبینی را از بین ببریم بخیر باشین هاشمی صاحب سلامت از اینکه به برنامه لطف کردین بخیر باشین بیننده های عزیز ای بود بخش سلامت روان از شما دعوت میکنم که در ادامه با همکار امین رحمی باشید